نگاه کنید، ما در اون زمان در ابتدایی ترین وجهی که میشه تصور کرد وجود داشت. دقت کنید توی جنگ این قایقا همش یه دسته ای داره، اون موتور با همون هدایتش میکنن، یه درسته این قایقای اولیه موتوری، حالا تو پارک هم استفاده میشه، این تو جنگ استفاده میشده دیگه. بعد یواش یواش اینایی شد که سکانش یه کسی پشتشه. فرصتی برای این تو موارد نبود که ما درگیر درگیری کلور پنج بودیم، امریکایی ها بودن تو خلیج فارس، ما گفتن برید خلیج فارس. یعنی واقعا ما امکاناتی که در اون زمان مثلا ما از این بوشهر که حرکت میکردیم تا خودمون رو میرسونیم به خرموسا، خود چیزی حدود مثلا نزدیک به 200 خورده 300 کیلومتر بود. یعنی با این شناورا اصلا واقعا برای هر آدم دریانوردی تعریف بکنه که ما این مسیرها را مثلا با یه شناوری به این شکل میرفتیم، خب اصلا باورش نمیشه. ما موفق شدیم در شمال خلیج فارس 75 فروند شناور رو که اینا کارهای در واقع جاسوسی رو میکردن و به عنوان در واقع ستون پنجم عراق محسوب میشدن توقیف کنیم و بگیریم. و از رو اینا ما کپی کرده بودیم. بلا فاصله می اومد، مهندسی معکوس می شد، از روش ساخته می شد، بعدش هم بود تو کشور، بعضی از بدنه های شناورا هم بود، از همون هم استفاده شد. مجموعه زیادی از مشکلات در واقع نصب یه مثلا تیربار یا یه توپ روی شناور کار سختی، اون شناور تون رو، شناورای بزرگ خیلی سخت نیست، مثل اینونه شما داری رو زمین نصب کنی، 100 متر طول شناوره و هیچ سختی خاصی نداره. شما نصب میکنید، شما مثلا با یه مینی کاتوش رو وقتی بخواید تو زمین شلیک بکنی باید حداقل اون وایر شلیکش رو یا اون اتصال برقش رو حداقل 9 متر 10 متر باش فاصله بگیری که به گوشت آسیب نرسونه. ولی بچه‌ها موقعی که شلیک میکردن اصلا مجبور میشدن میرفتن زیر اون سکویی که خود اون مینی کاتوش رو روش نصب کرده بودن، اون زیر سلاح مینشستن و شلیک میکردن. ما آنچه که داشتیم و در توان بود به صحنه و به معرکه آوردیم دیگه. این شناورایی بود که قایقای کوچیکی بود و روش باید در واقع سلاح نصب می‌شد، می‌رفتیم به مقابله با دشمن. به مرور این و ما در واقع ناو جنگی مثلا هم اندازه و هم با همه اون تجهیزات ما هم نداشتیم واقعا، ولی به مرور به این نتیجه رسیدیم که اصلا اینا قابلیت دارن در مقابل دشمن. امریکایی اومدن ابتدایی ترین کاری رو که یک کشور، حتی کشور بسیار کوچک و ضعیف میتونه انجام بده، اون کار رو بهش دست زدن. دور تا دور ناوهای جنگی گونی شن چیدن، گونی شن، پشت گونی شن یه تیربار گذاشتن، پشت تیربار هم یه نفر امریکا گذاشت. یعنی کاری که نه کشور اصلا نمیخواد، یه گروه کوچه که نظامی که درست میشه همین کار رو میتونه بکنه دیگه. چرا؟ چون همه اون چیزی که در روی ناو بود دیدن به کار نمیاد علیه شناور کنه. نیروی دریایی آمریکا همچون نوک تیز پیکان حوادث جهان، قدرت نظامی خود را در هر کجا و هر زمان که نیاز باشد به کار میگیرد. ذوالفقار، یکی از مهمترین قایق‌های تندرو و موشک‌انداز ایران. موشک‌های دریایی کوثر در نسل قدیم و نصر یک در نسل جدید، دو موشکی هستند که با نصب روی این قایق اونو تبدیل به یک شکارچی بی‌رقیب دریایی در خلیج فارس کردند. طراحی اون بر اساس حمله سریع به دشمن صورت گرفته و برای همین از پیشرفته‌ترین تجهیزات ناوبری و الکترونیکی برخوردار. مؤلفه‌ای که تعریف شد، 3 کلاسه شناور تعریزی شد، ذوالجناح، ذوالفقار و تندر، که تندر سطح بالای این کلاس بندی بود، ذوالجناح سطح میانی بود و ذوالفقار در واقع در کلاس بندی ها سطح پایین بود. این آرایش کاملا آرایش بومی محسوب می شد، یعنی در هیچ نیروی دریایی و حتی در هیچ گارد ساحلی چنین آرایشی با تعریفی از موتور مشخص این شناورا، طول، ابعاد، عرض و آبخور اینها و نوع سلاحایی که باید روی اینها به کارگیری بشه، چنین آرایشی در هیچ کجای جهان نبود. ذوالجناح در واقع هم راکت دست میشه، هم موشک و هم به نوعی اجدر رو، ما اجدرهای شناوری رو اینا نصب کردیم.
در جهان یک مسئله مطرحه که سرعت در دریا به بنبست رسیده. شناورها هرچی بزرگتر و سنگین‌تر میشن سرعتشون کاهش پیدا میکنه، نمیتونن در واقع در سرعت‌های بسیار زیاد طی تاریخ کنن در طول اقیانوس‌ها، طول دریاها و غیره. و چون در دریا بحث بر سر اینه که سرعت به بنبست رسیده، نمیشه از یه حد زیادی بالاتر رفت، امروز سرعت بسیار بالای قایق‌های توپدار نیروی دریایی انقلاب این قابلیت رو ایجاد کرده که در بالاترین حد سرعتی که امکان پذیره برای تکنولوژی امروز ما این حضور رو داشته باشیم. شناور تندرو در دنیا زیاد هست، تو مسابقات شما شناورهای بسیار بسیار تندرو، الان میدونید که رکورددار شناورهای تندرو توسط یه ایتالیایی کسب شده که سالهای طولانی هست با موتور دیزل 136 نات در نزدیک 250 کیلومتر. او مهم نیست، شناور تندروی نظامی که در این حالی که سرعت 60 نات رو داره روش انواع مختلف سلاح باشه، روش موشک باشه، روش اژدر باشه، روش توپ باشه، روش سیستم الکترونیکی باشه، این مهم، این بهش میگن، اینا بهش میگن تولید، یکی از مصداق‌های تولید علم. بذا خود این کار هم یک کار دانشی و مرز دانشی دیگه ایست که اساسا تو دنیا نشده، ولی ساخت شناور تندروی مسلح به موشک 100 به 100 که با سرعت 60 نات شناور حرکت کنه، تو فورس 3 هم بتونه دریا بره و موشک هم شلیک بکنه و به هدف هم اصابت کنه، ما بارها انجام دادیم. Exercise was called Millennium Challenge 2002. It cost $250 million of our taxpayers' money. سال 2002 و خب در بحبوحه تهدیداتی که علیه ایران انجام میدادن، ارتش آمریکا اومد پرهزینه ترین و گرون ترین رزمایش شبیه سازی تاریخ خودش رو انجام داد که بر اساس اعلام خودشون چیزی در حدود $250 میلیون این رزمایش فقط شبیه سازی شده براشون هزینه داشت. ماجرای شبیه سازی چی بود؟ که یک تیم آبی که نیروی دریایی آمریکا باشه با همه تجهیزاتش بیان در مقابل یک نیروی قرمزی که قراره نقش نیروی دریایی سپاه رو ایفا کنه قرار بگیرن. فرماندهی نیروی آبی یعنی نیروی دریایی آمریکا بر عهده یکی از جنرالای بالاخره با سابقه ارتشون گذاشته شد، فرمانده نیروی دریایی قرمز شخصی به نام همین جنرال پول ون ریپر که یکی از فرماندهان مجرب و قدیمی و کارکشته ارتش آمریکا بود. اتفاق خیلی جالب نتیجه این رزمایش به این گرونی و با همه بالاخره پیش‌فرض است. بر اساس نتیجه این درگیری تیم آبی یعنی نیروی دریایی آمریکا 16 تا از شناورهای اصلیش از دست میده، شامل یه ناو هواپیمابر، 10 تا رزمناو و ناوشکن و 3-4 تا از ناوهای لوجستیک و پشتیبانی و 22 هزار تا کشته میده. خب این نتیجه برای اونا باور کردنی نبود. چی کار کردن؟ تو مرحله دوم جنرال ون ریپر رو برکنار کردن، بعد اومدن گفتن که هر تاکتیکی هم نمیتونین به کار ببرین، هر مثلا تاکتیکای اگه مثلا جنگنده آمریکایی
حمله کرد به نیروی قرمز، اونا فقط بتونن از سامانهای پدافندیش استفاده کنن، دیگه قبول نیست که اونا بتونن موشک بزنن به ناو هواپیما. خیلی به صورت کانالیزه و فرمالیته این کارو جلو بردن و خب مشخصه دیگه تیم نیروی دریایی آمریکا تو مرحله دوم با این شرایط برنده شد. این موضوع خب برای رسانه‌های چه غربی چه بالاخره رسانه‌های خودمون افشا نشده بود، تا چند سال بعد جنرال ون ریپر اومد با یکی از شبکه‌های اروپایی صحبت کرد و این ماجرا رو باز کرد، چون اعتراض داشت به یه سری اقدامات و بالاخره جنگ طلبی‌های ارتش آمریکا، اومد این کارو انجام داد. In the book, about 3 days into the exercise, it was very disastrous for the Blue Forces. And what those, what that system showed was, in the outset, we sank 16 major American ships, aircraft carriers, cruisers, amphibs. Never been done in an exercise. Shocked the whole system, and for about almost 2 days, nothing happened. I probably would never have said anything about it if they had not told congressional staffers and told the media that this was still a free play exercise. آمریکا استراتژی داره، استراتژی حمله، و اگر کشور دیگه‌ای که کشور دشمنش است اگر استراتژی متقابل یعنی کانتر استراتژی رو داشته باشه، آمریکا ناگزیر هست استراتژی حمله خودش رو بازنگری بکنه. حداقل من حالا نمیگم که کلا عقب نشینی بکنه، ولی یقینا بازنگری میکنه در استراتژی خودش. خودشون دارن میگن که اتک یور انمی، به هم به دوست به دشمنت حمله کن، اتک یور انمی، به دشمنت حمله کن. اف هی فلیز، اگر فرار کرد، پرسو هیم، دنبالش کن. اف هی ریتالییت، اگر جلوت وایستاد، تو فرار کن. و من مطمئن هستم که امریکایی‌ها الان مواظب‌ترین کشور در دنیا هستن که تیر در خلیج فارس در نره. نه اینکه امریکایی‌ها اینجا در موضع قلدری نیستن، اصلا در موضع انفعال هستن. اگه هر کسی بیاد یه 24 ساعت یه 48 ساعت همراه ما تو خلیج فارس باشه، در رویار با امریکا، موضع انفعال و موضع دفاعی و موضع کوتاه اومده از امریکا رو خودش میتونه ببینه دیگه، دائم میتونه ببینه. شلیک تیر در خلیج فارس اون بساط امریکایی رو برهم میزنه. امریکایی برای ژاپن، اروپا، دنیا این تصویر رو درست کردن که من بر خلیج فارس و انرژی موجود در خلیج فارس مسلط هستم. شلیک و تیر در بره این برباد میره دیگه، چون دفعه قبل هم نتونستن این کار بکنن، این دفعه به طریق اولا نمیتونن این کار بکنن. و این بروز این است که ادعایی که امریکا داره قادر بر تثبیت و اثبات این ادعا نیست. مطابق منشور سازمان ملل، تهدید به حمله مساوی است با حمله اعمال زور. به اصطلاح کنفرانس بین‌المللی میذارن امریکایی ها، اون طرف به هر حال مقامات امریکایی هستن، این طرف من هستم در خارج از کشور، میگن که آقا ما حمله میکنیم. من هم گفتم که خب شما حمله کنیم، ما هم حمله میکنیم. اینجا خلیج همیشه فاسه، جایی که دلاور مردان سپاه و ارتش همیشه نشون دادن که حافظ خوبی هستن برای اینکه هر متجاوزی رو که اگر بخواد توی این منطقه پای تجاوز بذاره به داخل آبراه ما، اون پا رو به فرمانده رهبر معظم انقلاب قلم خواهیم کرد. این نه شعاره، عمل هست. ایرانی ها رو باید شناخته باشه. اینطوری هم نیست که خیال کنید که آمریکایی‌ها میتونن بزنن و فرار کنن همونطوری که حضرت آقا فرمود. اینطوری نیست. باور کنید تا خلیج مکزیک هم بریم دنبالشون و میزنیم شون. و مردم عزیز ما بدونن که ما نیروهای ویژه همیشه مترصد این هستیم که خطایی از دشمن سر بزنه و هر گونه تجاوز رو به شدیدترین وجه پاسخ میدیم. و این رو ما برنامه داریم که امریکایی بود از خلیج فارس برون. ایالت کالیفرنیا، سان دیگو، پایگاه نیروی دریایی ارتش آمریکا، حرکت ناوگروه جورج دبلیو بوش به سمت خلیج فارس. ایران aggressively pursues these weapons and exports terror. States like these and their terrorist allies constitute an axis of evil.
America is determined to prevent Iran from getting a nuclear weapon, and I will take no options off the table to achieve that goal. U.S. Secretary of State John Kerry says that the military option is still on the table when it comes to dealing with Iran. We must remain mindful of the long history of Iranian deception regarding its nuclear program. We know that deception is part of the DNA. خلیج فارس، تنگه هرمز، آغاز پرواز پهپادهای شناسایی ایران. ما به میدان خواهیم رفت و اگر من شخصی از میدان بر نگردد و در اونجا شهید بشود، یقینا جمع به میدان رفته ها از میدان بر نمی گردد مگر اون وقت که پیروز شده باشد.